وقت همگی به خیر باشه دوستان عزیز شاهد ریزش لونای کلاسیک هستیم به عدد 3 ده و داره کم کم به حمایت خودش میرسه دیدم که توی کامنت ها که توی ویدیویی دیروز روی عدد 3 اینا که داشت نوسان میکرد گفته بودیم که لونای کلاسیک اصلاحی خواهد بود و به سمت با این حرکت خواهد کرد و خیلی ها حالا بهشون برخورده بود و گفته بودن که چرا میای میگی که مثلا لونای کلاسیک اصلاح میکنه همه منتظر این هستن که بیایم بگیم که لونای کلاسیک حتما رشد میکنه ما تا به این حالا ویدیو منتشر کردیم و راجع به لونا صحبت کردیم چه سیگنال خرید دادیم چه سیگنال فروش ما کاملا روک بودیم و همیشه گفته بودیم که لونای کلاسیک هم رشد میکنه هم به سمت پایین اصلاح میکنه که تا به این لحظه هم با تحلیل های درست ما پیشرفته. رفته الان روی عدد 315 هستش و این رو بدونی که کم کم باید به فکر اوردر گذاشتن روی لونای کلاسیک باشیم چرا که احتمال یک پایین اومدن از سمت بازار وجود داره و این پایین اومدن در حد یک شدو هم میتونه باشه یعنی یه بزنه و دوباره برگرده به سمت بالا که طبیعتا اونایی که اوردر میزنن میتونن سود بسیار خوبی رو از لونای کلاسیک به دست بیارن بازار تنها لونای کلاسیک نیستش تمام بازار کریپتو اصلاحی هستش خود بیت کوین اگر بریم نگاه کنیم اصلاح کرده به سمت پایین و اکثر کسایی که طبیعتا دارن این ویدیو رو نگاه میکنن مطمئن هستن که اصلاح کردم و ضرر بسیار سنگینی رو داشتم و روز به روز این ضرر داره افزایش پیدا میکنه اینم بیت کوینه که بعد از برخورد به مقاومت 18200 که راجع به بیت کوین گفته بود طلا 18200 رو نمیتونه بشکنه یا خیلی سخت میتونه از این مقاومت بسیار قول خودش عبور کنه اصلاح کرد به سمت پایین و الان دوباره برگشته به همون جایی که استارت زد به سمت بالا و رشد کرد به سمت بالا و الان رسیده به حمایت خودش حالا تکنیکالی بیت کوین هم کامل مفصل برای شما تحلیل میکنیم ترا کلاسیک هم که اجماش دیگه نیازی به گفتن نیستش زیر 100 میلیون دلار باشه پایین میای من از روی عدد چند دارم بهتون میگم 317 دارم میگم که آقا این 50 میلیون دلار 70 میلیون دلار باعث میشه که قیمتش بیاد کاهش پیدا کنه به سمت پایین و همین اتفاق هم داره میفته و چند تا نکته هم بگم راجع به کانال وی که امروز شروع بسیار فوق العاده داشتیم بریم کانال وی رو نگاه کنیم این عکس کانال وی هستش که حالا من عکس اینجا ما کانال VIP من رو داریم که امروز اولین روزی بودش که سیگنال ها رو منتشر کردیم به صورت اسکال بودش اونایی که توی کانال وی بودن طبیعتا سود بسیار خوبی رو تونستن از این کانال به دست بیارن و روز اول فکر کنم قیمت کانال رو که حالا پرداخت کرده بودن تونستن برگردونم به جیب خودشون که اولی روی تروم بودش که یه دونه شورت پوزیشن گرفتیم چیزی حدود 42 درصد سود رو تونستیم به دست بیاریم و دومی هم روی رمزرز آی بودش که چیزی حدود 30 درصد تیکروفیت داشتیم و اسکلپ بودش یعنی سری وارد معامله می و سری هم از بازار خارج می شادیم. که امروز دو تا سیگنال داشتیم که اونایی که هنوز توی کانال وی جوین نشودن حالا زمانش به اتمام رسیده احتمال داره که ماه دوباره تمدید کنیم ولی اگر خواستی که حتما توی کانال وی جوین بشید اینجا من بالاتر اگر بیاین لینک آیدی تلگرام اینجا هستش اینجا آیدی تلگرام خودمون رو گذاشتیم که بهمون به حتما پیام بدی که برای عضویت توی کانال وی شرایطش رو بهتون بگم کلا بچا کانال وی آی پی شاید خیلی اعتقاد نداشته باشن به کانال وی آی پی ولی من که تا به این لحظه تو کانال های مختلف بودم میدونم که اکثرشون خیلی درست تحلیل نکردم ولی تا به این لحظه روز اولی که ما شروع کردیم با مارجین بسیار مناسب سودای بسیار خوب رو تونستیم کنیم خیلی از دوستان چیزی حدود فکر کنم 100 دلار 150 دلار روز اول تونستم به دست بیارم و ریسک های بسیار فوق العاده رو انجام دادم و به نظر من برای شروع بسیار خوب هستش که 42 درصد چیزی حدود حالا در نظر بگیم 50 درصد روزانه سود داشته باشیم عددش بسیار فوق العاده هستش و بیشتر دنبال این نیستیم که سودای رویایی بهتون بدیم من گفتم برای شما مستمر باید سود داشته باشیم مثلا روزی خیلی ها بستگی به سرمایه خودش داره یکی 100 دلار داره روزی مثلا 7 دلار 6 دلار 10 دلار باشه مناسبه یعنی اون به نظر من میتونه مستمر باشه و در ماه ها میتونه افزایش پیدا کنه اینم از کانال وی حالا نحوه ثبت نامش هم دیگه توضیح دادم برای شما برید حتما ثبت نام کنید اونایی که الان ثبت نام میکنن بچا ماه بعد من قیمت کانال وی‌آی‌پی رو افسایش میدم جا نمونید توی این بازار ریزشی که هیچ کسی نمیتونه از بازار سود کسب کنه من تبلیغ نمیکنم اونایی که از قدیم دارن کانال رو دنبال میکنن میدونن که کانال وی‌آی‌پی رو دلیلش درخواست های شما بودش که توی کامنت ها از من کردید و کانال وی‌آی‌پی رو اومدیم ساختیم خب حالا بریم با هم دیگه لونای کلاسیک رو تحلیل داشته باشیم ببینیم که اوردرهای خرید رو میتونیم کجا روی کلاسیک بذاریم که زمانی که اونها میاد برخورد میکنه به سمت بالا یک رشدی رو بیاد تجربه کنه اینجا اگر نگاه کنیم نوک این شادو من یه تایم برم بالاتر تایم فریم دیلی به نظر من بهتر هستش تایم فریم دیلی رو اگر نگاه کنیم نوک این شادو اگر یوتون باشه اومدیم از اینجا ما اینو تغییر دادیم به کجا 12 و 15 یعنی 3 12 15 اومدیم تغییر دادیم از روی عدد 12 13 13 اینا اومدیم تغییر دادیم به عدد 12 500 اوردری که ما میتونیم بذاریم لونای کلاسیک بیاد از اونجا خرید کنه یعنی اوردر ما باشه اونایی که تو صرافی‌ها دارن کار میکنن روی عدد 12 و 400 و 500 بین این عدد به نظر من یه دونه اوردر ما میتونیم بذاریم که استاپش کجا میتونه باشه استاپ میتونه روی 11 و مثلا 600 باشه یا اگر تر هم میتونیم این کار انجام بدیم مثلا 12 و 300 و 12 و 200 اینا اوردر میتونیم بذاریم که استاپ میتونه این پشت باشه که طبیعتا استاپ که میایم میذاریم اینجا زمانی که بهش بیاد برخورد کنه حتی حد ضرر حد ضرر ما هم برداشته بشه بازم ضرر ضرر سنگینی نمیرسونه چون که نسبت ریس ری به ریوارد بسیار فوق العاده استش برگرده به سمت بالا اولین تارگت 3715 دومی هم که میره روی 3020 که اگر این اتفاق بیفته طبیعتا اینجا میتونه برای ما جایی برای مناسب اوردر گذاشتن باشه اونم اوردر خرید حالا لونای کلاسیک داره به سمت پایین حرکت میکنه اولی ویدیو هم گفتم خیلی ناراحت شدن گفتیم که از اینجا به سمت پایین میاد اصلاح میکنه من کامل گفتم برای شما من نمودارش از اون در میارم روی عدد ده گفتیم بقید. خرید اینجا گفتم سیو سود کنید اینجا گفتم سیو سود کنید اینجا گفتم از سسف 60 عبور نمیتونه بکنه و سیو سود انجام بدید خیلی ها گوش کردم به حرف من و سیو سود کردم و الان توی سود هستن خیلی هم این کارو انجام ندادن و اصلا سیو سودی انجام ندادن و الان پولشون دوباره برگشته یعنی اونایی که روی مثلا سسف 13 خریداری کردن سسف 14 15 خریداری کردن دوباره پولشون برگشته به همون جایی که از اونجا رشد کرده به سمت بالا حالا لونای کلاسیک هم من چندین بار از اینجا گفتم برای شما اینجا گفتم به بف... اینجا گفتم بفروشید من مستقیم نمیتونم بیام بگم که آقا بفروشید 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 این یک کمی خلاف قوانین کانال یوتیوب هستش ولی میتونیم غیر مستقیم یا حالا مستقیم هم باشه میتونیم بهتون بگیم که آقا از اینجا دیگه نمیتونه عبور کنه اصلاح میکنه به سمت با این الان هم من اولی تحلیلمون گفتم که اینجا اوردر بذارید اردر خرید بذارید که زمانی که بهش برخورد میکنه میتونه رشد بسیار خوب رو داشته باشه حالا حمایت هایی که پیش روی خودش کلاسی یکی روی این عدد هستش شکسته شده هم که اینجاست به نظر من خیلی حمایت بسیار مهمی ریس نیستش یعنی سه سف چهارده اینا حمایت بسیار مهمی نیستش که از اینجا بخواد دوباره روش کنه به سمت بالا و باید ببینیم که چه اتفاق براش میفته به هر حال گفتم بیننده باشید از اینجا دارم میگم بیننده باشید ببین از اینجا دارم میگم بیننده باشید بیننده باشید بیننده باشید روی ترون هم ترا... ما حالا کانال وی که سیگنال شو دادیم میخوام یه جنبه آموزشی هم داشته باشه این ویدیو من اگر چارت رو باز کنم توی تایم تر داریم کار میکنیم اسکلپ داریم کار میکنیم اسکلپ یعنی بچا سری وارد بشیم سری خارج بشیم توی تایم فریم پایین تر 5 دقیقه یه دقیقه که اینجا درست روی عدد پنج ممیز 6 اینجا اومدیم سیگنال فروش دادیم یعنی شورت و گفتیم که پوزیشن خودتون رو باز کنید بدون هیچ حد ضرری یعنی مسئولیت و کار رو بردیم بالا یعنی اینجا حد ضرر دیگه نذاشتیم گفتیم اینجا پوزیشن رو باز کنید و یه بار اینجا گفتیم سیو کنید و یه بارم گفتیم اینجا خارج بشی که الان همین اگر نگه می‌داشتیم بازم داخل سود بودیم دومی هم که روی رمزرز آی بودش که اومدیم پوزیشن سیگنال شورت رو دادیم و گفتیم که بفروشید روی عدد یک و پنجاه و چهار اینا بودش اینجاها بودش که سیگنال رو فروش رو دادیم و الان به سمت پایین اصلاح کرده کلا امروز بسیار فوق العاده عمل کرد خوبی رو داشتیم برای شروع به نظرم خوب هستش حالا شاید خیلیا بگن که مثلا برخی از این سیگنال ها من گفتم زمانش رو توی کانال VIP به تمام اونایی که عضو هستن گفتم که چه زمانی سیگنال ها رو میذاریم یه زمانی هستش که خیلیا نمیتونن سیگنال ها رو بگیرن خب اشکالی نداره سیگنال های بعدی هم هستش سیگنال های بدتر از اون هم هستش که میتونه سود باشه ولی این رو هم بدونید کانال وی آی پی همیشه سود نیستش من به اعضای کانال وی آی پی هم گفتم که ما ضرر هم خواهیم داشت ضرر های سنگین هم شاید میتونیم داشته باشیم ولی اینو در نظر بگیری که ما نسبت سودمون از نسبت ضررمون بیشتر خواهد بود یعنی سود بسیار خوب رو ما خواهیم داشت در کانال نمیخوام تبلیغ کنم حالا مختصری دادم که خیلی ها متوجه بشن و اما رو نگاه کنیم بیت کوین هم یه تحلیل داشت. داشته باشیم روی لونای کلاسیک اوردر گذاشتن روی 12400 اینا به نظر من مناسب هستش این هم نمودار بیت کوین هستش کاردانا رو داشتم نگاه می‌کردم بچا نمودارش رو ریزش خیلی سنگینی داشته کاردانا کلا احساس می‌کنم که ول کردن نمودارش رو اگر نگاه کنیم داره کفای خودش رو روز به روز میشکنه و داره میرسه به این عدد 28 دی که ما تکنیکالی کاردانا رو بررسی کردیم و گفتیم که اینجا برای ما حمایت مهمیه پس زیر نظرش بگیرید اونایی که ترید انجام میدن حتی تو کانال وی‌آی‌پی هم نیستن اینجا مهمه یعنی اگر از اینجا عبور کنه به سمت بالای حرکتی رو میتونه داشته باشه به هر حال حالا بیت کوین هم من داشتم تحلیل میکردم وضعیت بازار کریپتوکارنسی به چه شکلی هستش نمودار بیت کوین اگر نگاه کنیم الان کندل های نزولی بسیار پرقدرتمندتر هستن از کندل های سودی پس باز هم به نظر من باید بیننده باشیم از اینجا دارم میگم بیننده باشیم ولی بچا اینو حتما بدونی من یه دونه آپدیت تحلیل میذارم توی کانال وی‌آی‌پی به بچه ها میگم که چه رمزارزهایی رو خرید انجام بدن اونایی که رمزارزهایی که میتونن سودای بسیار خوب رو برای ما در روند و رالی سودی بازار داشته باشن رو حتما اونجا برای شما عرض خواهم کرد برگردیم دوباره روی لونای کلاسیک و وضعیت لونای کلاسیک رو نگاه کنیم ببینیم که به چه شکلی هستش لونای کلاسیک اینجا نمودار رو اگر نگاه کنیم روی عدد 12 400 و 13 اوردر بذاری و پایین هم که اگر خواستید اوردر دیگه بذارید روی عدد ده هستش یعنی درست روی عدد 310 ولی -90 و اینا هم برای ما مهم حساب میان توی تایم فریم روزانه اگر نگاه کنیم کمه ما نزولی هستش و داره میگه که به سمت پایین ما اصلاحی خواهیم بود و برمیگردیم به سمت پایین ولی هرچند که روی عدد سسف 32 ما یه دونه هشتی شکل تیز داریم اینجا یه دونه هشتی شکل تیز داریم همه اینها دارن به همون امید میدن که لونای کلاسیک هر چقدر هم ریزش داشته باشه نگران بلند مدتش نباشی چون که یه روزی میای این عدد پر پر کنیم یه روزی میای این عدد پر پر کنیم حالا این روند پر شدنش به چه شکلی میتونه باشه به این شکل میتونه باشه ریزش کنه دوباره برگرده پر کنه یا یا دوباره بره کنه دوباره ریزش کنه هر یکی از این سناری ها میتونه بیفته ولی داره اینو به همون میگه که امیدوارمون میکنه که روی عدد SSF 32 حتما این عدد رو خواهد دید در تایم بلند مدت و بیشتر میتونه برای ما سود خوبی رو داشته باشه یعنی 100 درصد 200 درصدی از همین الان روی لونای کلاسیک هستش ولی باید وضعیت بازار هم خوب باشه تا زمانی که وضعیت بازار خوب نباشه لونای کلاسیک هم هیچ کجایی حرکت نخواهد کرد و اما استیبل کوینش یو اس که میدونم خیلی از دوستان این رو هم خریداری کردن این نمودارشه که روی عدد دو ممیز دو هستش این هم اصلاحی شد به هر حال این هم به سمت با این حرکت کرد هرچند به نظر من استیبل کنش یه پتانسیل مخفی خوبی داره که رشد کنه به سمت بالا یعنی یه برگشت خوب و یه جهش خوبی رو ما میتونیم از سمت USDC داشته باشیم باید ببینیم که به چه شکلی خواهد این اتفاق افتاد. خیلی ممنون که تا اینجا مشاهده کردید. آپدیت تحلیل تری کلاسیک رو داشتیم. کلا ویدیوهایی که ما داریم منتشر می‌کنیم، سعی کردم که از چند تا کنیم تنها مثلا به یه رمزرز اختصاص ندیم دیدی که راجب کانال صحبت کردیم راجب تر کلاسیک یو اس راجب بیت کوین و راجب کاردانو صحبت کردیم که کامل اینها رو برای شما توضیح دادم یه دونه سبد برای خود معرفی خواهیم کرد حالا نمیدونم احتمال داره که توی کانال وی بذارم برای افرادی که اشتراک خریداری کردن که مختص اونا باشه تا کدوم یکی از رمزرز ها رو برای هولد بلند مدت میام به کیف بولهای خودشون اضافه کنن که توضیحات لازم رو اونجا برایشون خواهند داد من یه دون آپدیت تحلیلم از خود دوچ کوین خواهم داشت خیلی درخواست کرده بودن حتما از دوچ کوین تحلیل میذاریم باز هم اگر رمزرزی میشناسی که حالا میخواین تحلیلش انجام بدید ویدیو کامنت کنید مناسب بود آینده دار بود حتما برای شما ویدیوش رو منتشر خواهم کرد خیلی ممنون که تا اینجا مشاهده کردید اونایی که هولدر لونای کلاسیک هستن حتما لایک کنن این ویدیو رو توی کانال تلگرام هم که حتما جوین بشی که بسیار مهم هستش دمتون گرم تا ویدیو بعدی فعلا شما رو خدا میسپارم خدا همه دوستان کانال فست